کایروش با تعمیم صحبت‌های یورگن کلینزمن، کوشید انتقاد او از خود و تیمش را متوجه فرهنگ و تاریخ ایران کند. کارلوس کیروش، سرمربی تیم فوتبال دجال جمهوری اسلامی، در تازه‌ترین پرده از اقدامات تبلیغاتی خود به سود حکومت، با یورگن کلینزمن، مهاجم سابق تیم ملی فوتبال آلمان درگیر شده است. پس از پیروزی روز جمعه ایران مقابل ولز، گابی لوگان مجری بی بی سی درباره استفاده ای تیم ایران از صحنه سازی، تمارز و جنگ روانی علیه داور از یورگن کلینزمن استوره فوتبال آلمان پرسید و او گفت بله این فرهنگ و روش آنهاست و به همین دلیل است که کارلوس کیروش به خوبی با تیم ملی ایران مطابقت دارد. سرمربی سابق تیم ملی آمریکا ادامه داد که کیروش بعد از رفتن از ایران خواست این روش ها را در آمریکای جنوبی و با تیم کلمبیا پیاده کند اما شکست خورد بعد رفت به آفریقا و روش او روی تیم مصر هم جواب نداد و به بنبست خورد حالا او بازگشته و دوباره هدایت تیم ملی ایران را به عهده گرفته است او سالها با تیم ایران روی این فرهنگ کار کرده و ایرانی ها این کار را نه به صورت اتفاقی بلکه با هدف و برنامه ریزی شده انجام می دهند. کلینزمن گفت این بخش از فرهنگ و نحوه بازی آنهاست بعد از این صحنه سازی ها و تمارز ها روی داور کار می کنند. دیدیم که چطور کیروش و نیمکت نشینان ایران مدام از روی نیمکت با حالت اعتراض بالا می پرند و بیوقفه در گوش داور چهارم و خط نگهدار زمزمه می کنند و روی قضاوت آنها تأثیر می گذارند. کیفرمور بازیکن ولز احتمالاً بعد از بازی در مورد اتفاقات کوچک ولی اثرگذاری که ما ندیدیم بیشتر به شما خواهد گفت. بعد از ظهر شنبه کارلوس کیروش در یک رشته توییت به کلینزمن پاسخ داد یورگن عزیز تو من را کارلوس صدا کرده ای بنابراین فکر می کنم بهتر باشد من هم تو را یورگن صدا کنم حتی با وجود اینکه من را نمی شناسی شخصیت من را با یک پیش داوری زیر سوال بردی در حالی که کلینزمن به طور کاملا مشخص درباره فرهنگ بازی تیم فوتبال ایران در این دوره صحبت کرده بود کیروش صحبتهای او را حمله به فرهنگ ایران جلوه داد و نوشت مهم نیست چقدر به تو بابت آنچه در زمین فوتبال انجام داده ای احترام میگذارم ولی آن صحبتها درباره فرهنگ ایران تیم ملی فوتبال ایران و بازیکنانم بی احترامی به فوتبال است هیچ کس اتحاد ما را از بین ببرد چرا که این بحث ها در سطح ما نیست حتی اگر هم باشد دوست داریم تو را به عنوان مهمان به اردوی تیم ملی دعوت کنیم با بازیکنان ایران معاشرت کنی و از آنها درباره ایران مردم ایران شاعران و هنرمندان ریاضیدانان و فرهنگ هزار ساله ایران یاد بگیری و از بازیکنان ما بشنوی که چقدر آنها عاشق فوتبالند کیروش افسود ما میفهمیم که تو به عنوان یک آمریکایی آلمانی حمایتی از ما نمی کنی و مشکلی هم نداریم و با وجود اظهارات توهینآمیز تو در بی, بی سی که سعی کردی تلاش، فداکاری و توانمندی ما را زیر سوال ببری ما به تو قول می دهیم که هیچ قضاوتی درباره فرهنگ، ریشه و سابقه تو نداشته باشیم و همیشه از تو در بین خودمان استقبال می کنیم. کیروش در پایان پاسخ خود به کلینزمن نوشت البته همزمان ما تمام توجهمان را روی فیفا متمرکز کرده ایم که ببینیم درباره جایگاه تو به عنوان عضوی از کمیته فنی جام جهانی قطر چه تصمیمی خواهد گرفت چرا که ما انتظار داریم تو اول استعفا بدهی و بعد به اردوی تیم ما بیایی بعد از واکنش تند کیروش به اظهارات فنی کلینزمن کاپیتان سابق تیم ملی آلمان روز یکشنبه شش آذر به بی بی سی گفت مسائل و بحث های پیش آمده از زمینه خودش خارج شده است. من تلاش می کنم با کیروش صحبت کنم و تنش های پیش آمده را آرام کنم. او ادامه داد من کیروش یا نیمکت نشینان تیم ملی ایران را نقد نکردم بلکه انتقاد من به داور مسابقه بود که در مورد رفتار کیروش و نیمکت تیم ایران کاری نکرد تمام چیزی که من مطرح کردم توصیف روش احساسی تیم ایران بود که در جای خود تحسین برانگیز است آنها در زمان بازی بالا پایین می پرند و کارلوس کیروش یک مربی احساساتی است که تلاش می کند تا همه انرژی و دستورهای خود را به بازیکنان خود منتقل کند. جام جهانی قطر در حالی آغاز شد که خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری دجال اسلامی در اوج خود بود و مردم از بازیکنان تیم ملی خواستند که با معترضان همراهی کنند. در بازی اول، بازیکنان سرود جمهوری اسلامی را نخواندند و مقامات فدراسیون فوتبال و جمهوری دجال اسلامی به این اتفاق واکنش نشان دادند بعد از این بازی کیروش در نشست خبری خود اعلام کرد که هر کسی میخواهد علیه تیم ملی شعار بدهد به ورزشگاه نیاید و در پاسخ به سوالهایی درباره وضعیت ایران با فرافکنی از خبرنگاران پرسید چرا درباره عملکرد آمریکا و انگلیس در افغانستان و دیگر کشورها نمیپرسید؟ او همچنین در پاسخ به خبرنگاری درباره ووریا قفوری اظهار بی اطلاعی کرد. اسناد محرمانه منتشر شده از خبرگزاری فاسد فارس نشان می دهد که مقامات دجال جمهوری اسلامی بر توانایی کیروش در جفسازی و فرافکنی حساب کرده بودند و او را به عنوان بخشی از دستگاه پروپاگاندا سه ماه پیش از جام جهانی به تیم ملی ایران آورده و به عنوان سرمربی به قطر فرستادند. واکنش های کیروش در نشست های خبری و مصاحبه‌ها ها به است که در واکنش به آنها برخی از کاربران شبکه های اجتماعی و روزنامه نگاران می گویند کیروش مانند یک مقام دجال جمهوری اسلامی صحبت می کند. فرمانده سپاه سلاخی شد. خامنه ای به گریه افتاد. فوری فوری خبری که در هیچ کجا منتشر نشده است. جمهوری دجال اسلامی ایران در مجموعه ای از چالش ها و بحران های داخلی و بین المللی و در مرحله ناکارآمدی سیستمی قرار گرفته است. طبق خبری که در هیچ کجا منتشر نشده و فقط در اختیار ماست فرمانده سپاه دجال پاسداران سلاخی شد خامنه ای مفعول از این خبر به گریه افتاد این اتفاق در یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان در روز جمعه خونین افتاد به زودی خبرهای تکمیلی و کاملتر را به سم و نظر شما عزیزان خواهیم رساند